دعوت از همه زوجهای میانسال میتواند ماجراجویانه باشد. توریست فضایی میلیونر دنیس تیتو پایگاه خود را بر روی سیاره قرمز تعیین می‌کند. وی اعلام کرده که قصد دارد دو نفر، یک مرد و یک زن را در سال 2018 به نزدیکی مریخ بفرستد. تیتو در سال 2001 نام خود را به عنوان اولین فردی که با هزینه شخصی عازم سفر به ایستگاه فضایی بینون ملدیش رو ثبت کرد. ما در 160 کیلومتری مریخ پرواز میکنیم. به این معنی که اساساً آنجا هستیم. با استفاده از گرانش مریخ شناور شده و به زمین برمیگردیم. درست مثل یک بومرنگ. بدون نیاز به هیچ حرکت پیشبرنده ای. از آنجا که زوج مورد نظر در واقع بر روی سیاره سرخ فرود نمی آیند، برای تیم جای نگرانی در مورد فرود و برخاست سفینه، عملکرد و یا اتمام سوخت موتور در بازگشت از مریخ وجود ندارد. به گفته تیتو، یک زن و شوهر میانسال که سنین باروری را پشت سر گذاشتند، برای این سفر فضایی و اقامت در محوطه کپسول ایده‌آل هستند. این کپسول ساده فضای 600 متر مکعبی برای زندگی دارد. این یک سفر واقعا طولانی است. شما در داخل یک کپسول قرار می گیرید که سفری به اندازه 32,000 بار چرخش دور زمین طی می کند و به مدت حدود یک سال و نیم نمی توانید از آن خارج شوید. همه امکانات لازم در داخل محوطه وجود دارد. در حالی که این تاجر آمریکایی در مورد این ماموریت از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است، می گوید در هنگام این سفر باید سیارات در همترازی کامل باشند. او سال 2018 را انتخاب کرده است زیرا اولین فرصت قبل از سال 2031 است، چرا که سال 2031 زمان مناسب دیگر برای این سفر است.